28 ماه رجب مصادف با سال روز حرکت امام حسین علیه السلام از مدینه منوره به سمت مکه مکرمه است. 1377 سال پیش در 28 ماه رجب سال 60 هجری قمری امام حسین علیه السلام به همراه خانواده خیشاوندان و اصحاب خود با خروج از مدینه منوره به سمت مکه مکرمه حرکت فرمودند. علت این خروج ناگهانی آن حضرت بنابر اقوال تاریخی نپذیرفتن بیعت با یزید ابن معاویه بود چرا که اولین پادشاه امویان که به معاویت ابن ابو سفیان مشهور است طی معاهدهی با امام حسن علیه السلام متعهد شده بود که پس از خود هیچ جانشینی را انتخاب نکند و حکومت وی به حالت موروسی نباشد علالخصوص خصوص اینکه یزید شخصی بی آبرو و شرابخار بود که بیعت با وی به منزله پذیرش افعال او به عنوان خلیفه مسلمین به شمار می رفت. یزید برای استوار کردن پایه های حکومت خود مشکل خاصی در گرفتن بیعت از اهالی شام، مصر، عراق و یمن نداشت و فقط نگران بیعت نکردن حجاز و به ویژه شهر مدینه بود. به نقل از تاریخ یزید احساس خطر می کند و تصمیم میگیرد با بزانو درآوردن امام حسین علیه السلام و گرفتن بیعت از ایشان راه را برای ادامه حکومت خود و گرفتن بیعت از دیگر بزرگان حجاز و از جمله مدینه هموار کند او در نخستین اقدام خود نامه‌ای به ولید بن عطبه عامل خود در مدینه نوشت و ضمن یادآوری مرگ معاویه به وی دستور داد از مخالفان سرشناس مدینه برای وی بیعت بگیرد امام حسین علیه السلام که با اصرارهای مکرر ولید روبرو شده بودند تصمیم بر خروج از شهر مدینه منوره به سمت مکه مکرمه و انجام حج گرفتند خروج حضرت سید الشهدا از شهر مدینه منوره نقطه عطفی بود تا با فراهم شدن تمهیدات لازم واقعه سرخ آشورا در روز دهم ده محرم سال 61 هجری رقم بخورد تا ضمن رسوا کردن یزید و یزیدیان به اسلام جانی تازه ببخشد